بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سیما بقیة الله في الأراضين. درود و سلام فراوان بر ملت عظیم الشأن ایران که امروز به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدند. و سلام و درود بر امام بزرگوار راحل که بنیانگذار این بنیان با عظمت بود. مردم با انگیزه تمام وارد میدان شدند. این حرکت عظیم مردمی یک کار بزرگ و با برکت است. حضور شما در میدان سیاسی و مردمی برای دفاع از قدس، دفاع واقعی از قدس است. این دفاع واقعی است. اون کسانی که با جسم و جان خود امروز دارند از قدس، از مسجد الاقصی قبله اول مسلمین دفاع میکنن، با این حرکت شما دلگرم میشن، نیرو میگیرند، استقامت پیدا میکنند و به امید خدا حرکت فلسطینی و مبارزه بزرگ فلسطینی به نتایج نهایی خود که نتایج مبارکی خواهد بود به توفیق الهی نزدیک خواهد شد. من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم و به زبان عربی سخن خواهم گفت. در این باره با مردم خودمون بارها صحبت کردیم و مطالبی رو عرض کردیم. امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام، به خصوص دنیای عرب است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الخلق و اشرف البریه، سیدنا محمد المصطفى خاتم المرسلین و على آله الطاهرین وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آن در سراسر جهان سلام بر جوانان دنیای اسلام، سلام بر جوانان شجاع و غیور فلسطینی و بر همه مردم فلسطین. بار دیگر روز قدس فرا رسید. قدس شریف همه مسلمانان جهان را فرا می‌خواند. حقیقت آن است که تا وقتی رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیست بر قدس مسلط است، همه روزهای سال را باید روز قدس دانست. قدس شریف قلب فلسطین است و سراسر کشور غصب شده از بحر تا نهر ادامه قدس است. ملت فلسطین هر روز بیش از گذشته نشان می‌دهد که با شهامتی کم نظیر در برابر ظلم ایستاده و خواهد ایستاد ان شاء الله. الشباب بما يقومون به، جوانان عملیات تضحیه با عملیات فداکارانه خود درعا دفاعيا لفلسطين، سپر دفاع فلسطین شده اند و آینده متفاوت را مژده میدهند. يمر يوم القدس علينا في هذا العام. روز قدس امسال را در حالی میگذرانیم که همه چیز از معادله جدید در امروز و فردای فلسطین خبر می‌دهد. امروز اراده شکست ناپذیر در فلسطین و در همه منطقه غرب آسیا جایگزین ارتش شکست ناپذیر صهیونیست‌ها شده است. امروز آن ارتش جنایتکار ناچار شده است آرایش تهاجمی خود را به تدافعی تبدیل کند. امروز در میدان سیاسی مهمترین حامی رژیم غاصب یعنی آمریکا خود دچار شکست‌های پی در پی شده است. شکست در جنگ افغانستان و شکست در سیاست فشار حداکثری بر ایران اسلامی و شکست در برابر قدرت‌های آسیا، شکست در کنترل اقتصاد جهان، شکست در مدیریت داخلی خود و پدیده شکاف عمیق در حاکمیت آمریکایی. رژیم غاصب در هر دو میدان سیاسی و نظامی در شبکه‌ای در هم تنیده از مشکلات دست پا می‌زند. جلاد و مجرم قبلی که در رأس رژیم بود در پی حماسه سیف القدس به زباله‌دان پیوست و جانشینان امروز او هم هر ساعت در انتظار تیغ برنده حماسه دیگرند. الکیان الصهیونی جنونه امام الحراك في جنين. تحرک جنین رژیم صهیونیست را دیوانه کرده است. در حالی که این رژیم غاصب 20 سال پیش در پاسخ به کشته شدن چند صهیونیست در نهاریا 200 نفر را در اردوگاه جنین به قتل رسانید تا برای همیشه مسئله جنین را حل کند. نظرسنجی ها می گویند 70% فلسطینی‌ها تقریباً در سرزمین های 48 و 67 و اردوگاه های خارج از رهبران فلسطینی می خواهند به حملات نظامی به رژیم غاصب آنها را ترغیب می کنند. این پدیده مهمی است زیرا به معنی آمادگی کامل فلسطینی‌ها برای مقابله با رژیم غاصب است. و دست سازمان‌های مجاهد را باز می‌گذارد تا هر زمانی که لازم دانستند وارد عمل شوند. الحراك الجهادي للشعب الفلسطيني حرکت‌های جهادی مردم فلسطین در دو بخش شمالی و جنوبی سرزمین‌های 48 و همزمان با آن برگزاری راهپیمایی‌های سنگین در اردن و قدس شرقی و دفاع جانانه جوانان فلسطینی از مسجد الاقصا و رزمایش نظامی در غزه، همه اینها نشان داد که کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده است. اکنون مردم فلسطین بر ادامه جهاد وحدت نظر یافته‌اند. این حوادث وما شهدته الساحه و آنچه در فلسطین در سالهای اخیر رخ داده است مهر ابطال بر همه طرحهای سازش با دشمن صهیونیست است، زیرا هیچ طرحی درباره فلسطین در غیاب یا برخلاف نظر صاحبان آن، یعنی فلسطینی ها، اجرا شدنی نیست و این یعنی باطل شدن همه توافقات پیش از آن مانند اسلو یا طرح عربی دو دولتی یا معامله قرن یا عادی سازی های حقیرانه اخیر. رژیم صهیونیستی البته با اینکه از نفس افتاده است همچنان به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد و با سلاح به جان مظلومان افتاده است، زن، کودک، پیر و جوان غیر مسلح را به قتل می‌رساند، زندانی و شکنجه می‌کند و خانه ها را ویران می‌سازد، مزارع و دارایی ها را نابود می‌کند. دروغگویان مدعی حقوق بشر در اروپا و آمریکا که در قضیه اوکراین آن قوقا را به راه انداختند در برابر همه این جنایت‌ها در فلسطین مهر سکوت بر لب زده‌اند و از مظلوم دفاع نمی‌کنند، بلکه به گرگ خونخوار کمک هم می‌کنند. این درس بزرگی است در قضایای دنیای اسلام و در رأس آن قضیه فلسطین. نمی شود اعتماد کرد به این قدرت‌های نجات پرست و معاند. نیروی مقاومت که برگرفته از تعالیم قرآن کریم و احکام اسلام عزیز است، آن به تنهایی می تواند مسائل دنیای اسلام و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کند. تبلور تیار المقاومه فی منطقه غرب آسیا فی العقود الاخیره، شکل گیری مقاومت در منطقه غرب آسیا در دهه‌های اخیر پربرکت ترین پدیده این منطقه بوده است. کیان مقاومت بود که بخش‌های اشغال شده لبنان را از لوث وجود صهیونیست‌ها پاک کرد و عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشید و عراق را از شر داعش نجات داد و به مدافعان سوری در برابر نقشه‌های آمریکا مدد رسانید. کیان مقاومت با تروریسم بین‌المللی مبارزه می‌کند و به مردم مقاوم یمن در جنگی که با آنها تحمیل شده است یاری می‌رساند. با موجودیت غاصبان صهیونیست در فلسطین پنجه می‌افکند و به توفیق الهی آنها را به زانو در می‌آورد و با تلاش مجاهدانه مسئله قدس و فلسطین را در افکار عمومی جهان روز به روز برجسته تر می کند. شما مردم فلسطین، شما مردم فلسطین، شما جوانان فداکار در کرانه غربی و در سرزمین های 48، شما مبارزان اردوگاه جنین، شما مجاهدان قدس و غزه و شما ساکنان اردوگاه های فلسطینی در بیرون، شما بخش مهم و حساس و پیشران کیان مقاومتید. بدانید که خداوند از کسانی که ایمان آورده‌اند دفاع می‌کند اگر صبر کنید، البته آن برای شکیبایان بهتر است. اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، این نشان دهنده عزم استوار شما در کارهاست. درود بر شما به آنچه صبر کردید، راستی چه نیکوست فرجام آن سرای. جمهوری اسلامی ایران داعم و مساند لجبهة المقاومة، حامی و طرفدار جبهه مقاومت است، حامی و طرفدار مقاومت فلسطین است. این را همواره گفته ایم و به آن عمل کرده و بر آن پای فشرده ایم. ما حرکت خیانت آمیز عادی سازی را محکوم می کنیم. سیاست تطبیع پذیری را محکوم می کنیم و اینکه برخی دولت‌های عربی به آمریکا گفته‌اند در حل مسئله فلسطین شتاب کند، اگر منظور آنان این است که پیش از بیرون رفتن از منطقه هر مانع را از سر راه تثبیت رژیم غاصب بردارند، اولا خیانت کرده و برای دنیای عرب ننگ آفریدند، ثانیا ساده‌لوحی به خرج دادند. زیرا کور نمیتواند عصاکش کور دگر شود. در پایان به روح شهیدان فلسطینی درود میفرستم، به خانواده های صبور آنان ادای احترام می کنم، تحیت می گویم به اسیران و زندانیان فلسطینی که با اراده استوار مقاومت می کنند. دست گروه های فلسطینی مقاوم را که بخش مهم این مسئولیت بزرگ را بر دوش گرفتند می فشارم و از دنیای اسلام به ویژه جوانان می خواهم به حضور در میدان عزت و کرامت پیش بروند. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.